سلام دوستان عزیزم همراهان کانال پورت اکادمی رضا هستم در خدمتتونم با آموزش های فتوشاپ توی این درس میخوایم بریم باز هم سراغ منوی سلکت هنوز تمام نشده کار به سلکت ادامه داره و با مادیفای کردن آشنا بشیم مدیریت بخش انتخاب شدهمون یعنی اگه ما در تصویری که داریم یه ناحیه رو انتخاب کردیم چطور میتونیم این ناحیه انتخابی رو با مدیریتش کنیم کوچیکش کنیم بزرگش کنیم یا کار دیگه روش انجام بدیم برای شروع کار باید بریم سراغ منوی فتوشاپ بخش سلکت از سلکت گزینه مودیفای رو انتخاب کنیم اما اگر در تصویرمون ناحیه رو قبل از شروع به کار انتخاب نکرده باشیم مودیفای برای ما غیر فعال و خاموشه برای اینکه بتونیم مودیفای رو فعال کنیم باید بیایم از ابزار سلکشنمون در فتوشاپ مثل ریکتنگلر مارکی استفاده کنیم از ریکتنگلر مارکی اگه من استفاده کنم و یک ناحیه ای رو در تصویر سلکت کنم ناحیه سلکشن هم به وجود میاد بذارین من یه مقدار زوم کنم ناحیه سلکت شده رو بهتر بتونیم ببینیم و داشته باشیم من یه ای تصویرم اینور ایجاد میکنم یه تصویر سفید اینور ایجاد میکنم که بتونیم ازش استفاده کنیم ولی بذاریم یه مقدار سایزش رو بزرگتر کنم سایزی که من انتخاب کردم فکر کنم یه مقدار کوچیکه خب یه سایز 1920 در 1080 پیکسل رو من اینجا انتخاب میکنم خب بیایم یک ناحیه رو دوباره انتخاب کنیم مثلا این قسمت رو من انتخاب میکنم میبینیدش حالا میخوایم بریم سراغ مودیفای من اگه برم در منوی سلکت میبینید که الان مودیفای فعال شده و پنج تا گزینه داره تک تک بریم سراغ گزینه و گزینه رو انتخاب کنیم ببینیم چه کاربردی دارن مورد اول بوردر هستش من اگه روش کلیک کنم ببینیم چه اتفاقی میفته وقتی روی بوردر کلیک میکنیم یک پنجره جدید باز میشه در این پنجره یه مقداری رو از ما میخواد در حالت ویل قرار بدیم که مثلا من اگه اینو بذارم روی 20 پیکسل و دکمه اوکی رو بزنم اتفاقی که میفته به جای اینکه ناحیه انتخابی ما میان تصویر باشه حالا ناحیه انتخابی ما رو بنزه 20 پیکسل در کادری که مشخص کردیم به کادر برمی داره می‌بینید ناحیه انتخابی ما دقیقا وسط این دوتا نقطه چینی هستش که افتادن برای اینکه بهتون بهتر نشون بدم از این ناحیه انتخابی یه کنترل c میزنم یه سلکت ازش میگیرم یه کپی ازش میگیرم میام تو فایل جدیدم یه کنترل v اگه بزنم شما به خوبی میبینید که ناحیه کادر من مشخص شده من اگه این کارو نمیکردم چه اتفاقی می‌افتاد بزن یه کنترل دی بزنم ناحیه انتخابیم از بین بره اگه به صورت معمول من میخواستم یه جایی رو سلکت کنم و کنترل سی میزدم در تصویر صفحه بعدم اگه کنترل v بزنم ببینید کل اون بخش سلکشن اریای من رو کپی میکنه و برام پیست میکنه اما در کاری که ما اینجا کردیم یعنی رفتیم سراغ سلکت رفتیم در بخش مادیفای روی بوردر کلیک کردیم مثلا 20 پیکسل الان من میکنم 50 پیکسل بیشتر مشخص بشه دکمه اینتر رو بزنیم دیگه یه کادر برای من انتخاب کرده کادری به اندازه 50 پیکسل برای من مشخص کرده که من این رو میتونم یه کنترل سی بگیرم برم در صفحه جدید کنترل وی رو بزنم یه کادرم رو منتقل میکنه نه میانه تصویرم و وسط تصویرم رو این کاربرد مورد اول بود خب یه ناحیه رو مجددا انتخاب میکنیم مثلا این قسمت رو بریم در قسمت select دوباره بریم modify و در بخش modify smooth رو این دفعه انتخاب کنیم smooth چه کاری برای ما انجام میده یه پیکسل بر... انتخاب کنیم پیکسل C رو براش من میزنم برای C پیکسل اوکی -OK رو اگه بزنم میبینید که یه سافت بودن و نرمی در اطراف در گوشه ها برای من ایجاد میکنه یعنی دیگه تیز نیست یه انحنا برای من در از در گوشه ها ایجاد میکنه حالا من اگه کنترل c رو بزنم ناحیه انتخابی می ببرم در صفحه جدید بزنم غیر فعال کنم یه کنترل وی بزنیم میبینید دیگه گوشه نداریم یه حالت کرو یه حالت انحنا در اطراف شکل میگیره به اندازه مثلا سی پیکسل اون پیکسلی که خودمون مشخص کردیم اینم حذف کنیم بریم برگردیم صفحه ها. پس کاربرد مورد دوم هم همین بود گوشه رو از بین میبره و یک حالت انحنا به وجود میاره در اطراف برای ما یه دونه ناحیه انتخابی دیگه به وجود بیاریم بریم سراغ سلکت بریم سراغ سلکت مادیفای و ببینیم گزینه سوم بعد از مود اکسپند رو داریم اکسپند باعث میشه ناحیه انتخابیمون رو بتونیم افزایش بدیم یعنی من وقتی این ناحیه رو انتخاب کردم اگه دوست داشتم یه مقدار بش و فضای ناحیه انتخابی می مقدار اضافه کنم همین سراغ اکسپند دیگه دوباره از اول ایجادش نمیکنم. اکسپند رو اگه بزنم باز هم از من یه اندازه میخواد اندازه ای که از من میخواد مثلا من توش می 50 پیکسل و اگه دکمه اوکی رو بزنم چقدر بزرگ میشه ببینید می به اندازه 50 پیکسل برای من این تصویر بزرگ شد و نواحی کناری دیگه گوشه ندارن یه کنترل سی بزنیم بریم اینجا ببینیمش تصویر به این شکلی در میاد که مشاهده میکنین خب یه موردی رو من فراموش کردم بذارین یه بار دیگه یه کادی رو انتخاب کنیم مثلا اینو بریم سراغ select بریم modify و روی smooth یا expand یا contract یا مواردی کلیک کنیم فقط border فکر میکنم این کار نمیکنه کنه. مثلا من روی smooth کلیک میکنم بهتون گفتم smooth گوشه ها رو از بین میبره یه حالت انحنا بر اطراف به وجود میاره خب من به تعداد پیکسلی که خودم میخوام اگر اینجا اوکی رو بزنم برام یه انحنا ایجاد میکنه ولی اگر کل صفحه رو با یه کنترل A انتخاب کنم و برم سراغ Select, Modify و Smooth و حالا بخوام یه مقداری پیکسل رو بهش بدم که انحنا برای من در گوشا به وجود بیاره در بخش اسموت اگه اوکی رو بزنم هیچ اتفاقی نمیافته فقط زمانی این اتفاق میافته و زمانی کاربرد داره اسموت در شرایط معمول و عادی که من یه بخشی رو در میانه صفحه در یه بخشی از صفحه جدا کنم اگر کل صفحه رو انتخاب کنم برای من کار نمیکنه ولی حالا یه زمانی نیاز داریم که کل این عکس رو به حالت کرو شده به حالت بدون گوشه با بخش منحنی شکل ببریم توی صفحه دیگه چی کار کنیم خب کنترل ای رو میزنیم کل صفحه رو انتخاب میکنیم دوباره به همین سلکت مودیفای اسموت رو مثلا من انتخاب میکنم و روی دکمه اپلای اینجا کلیک میکنم این دکمه اپلای افکت اد کانواس بونز رو اگر من کلیک کنم و پیکسل بدم حالا اوکی رو بزنم کل تصویرم رو قبول میکنه و برام گوشه ها رو از بین میبره و حالت انحنا به وجود میاره خب همین شرایط رو من اگه یه کنترل A بزنم در مثلا قسمت اکسپند هم برام ایجاد میکنه این شرایط رو من اگه این شرایط رو اکسپند رو اینجا بزنم روی اپلای کلیک کنم و پیکسلم رو بدم اوکی OK رو بزنم اضافه میکنه ولی خب من دیگه بیشتر از این فضایی ندارم که بخوام استفاده کنم برای من تغییر ایجاد نخواهد شد این برای زمانی که خب بخوایم یه فضایی رو ازش کم کنیم که حالا میخوایم بریم سراغ همون یعنی من اگه بیام select رو بزنم و بریم modify رو بزنم بعد از گزینه expand گزینه contract رو دارم پس border رو یاد گرفتیم یه کادر برای ما به وجود می آورد کادر رو کپی می کردیم می بردیم اسموث لبه ها رو برای ما منحنی می کرد و اصلا تیزی در می آورد اکسپند برای ما فضایی که داریم رو به تعداد پیکسلی که می خوایم افزایش می‌ده و کانترکت برعکسش رو انجام میده. کانترکت اگر روش کلیک کنم و مثلا بزنم 70 پیکسل اوکی رو که بزنم این چه اتفاقی میفته اتفاقی نیافتاد، اتفاقی نیفتاد دلیلم داره دلیلش اینه که من وقتی کل سفر رو انتخاب کردم در بخش select modify همونجور که براتون اسم اسمو توضیح دادم contract رو که میزنم باید تیک apply effect ات canvas bonds رو بزنم وقتی تیکش رو نزنم هیچ فعالیتی انجام نمیده خب تیک رو که میزنیم اوکی رو میزنیم میبینید به تعداد پیکسلی که من ازش خواستم از اطراف داره فضا رو کم میکنه و یه فضای جدید به من میده تیک رو زمانی میزنیم که کنترل زده باشیم کل صفحه رو انتخاب کرده باشیم مگه من یه محدوده ای رو در داخل صفحه ایجاد کنم و برم سراغ select modify smooth expand یا contract فرقی نمیکنه بعد اینجا اگه من تیک رو هم بردارم به اندازه مثلا 20 پیکسل اگه ازش درخواست کنم سایز رو کم کنه دیگه بدون تیک هم فعالیت میکنه اوکی رو بزنم ببینید سایز کوچکتر شد پس تیک رو زمانی باید بزنیم که کل سفر رو انتخاب کردیم باز یه ناحیه ای رو انتخاب میکنم و میریم سراغ سلکت میریم مودیفایر رو انتخاب میکنیم و میریم گزینه آخر که فدر هستش اینو کلیک میکنم در پنجره که برای من باز میشه فدر قبلا هم در درس های مقدماتی باش آشنا شدیم کاری که میکنه زمانی که ما یه کنترل سی بزنیم یه کپی بگیریم از ناحیه انتخابیمون در صفحه جدید یه مقدار صافتر و نرمتر تصویر ما رو از گوشا و از اطراف از چهار طرف میگیره برای توی تصویر جدید منتقل میکنه یعنی دیگه ما به صورت تیز و یک نواخت این رو نداریم بذاریم من یه کنسل بزنم همین ما کنترل سی بزنیم دعوت معمول نرمال بریم در صفحه جدید یه کنترل وی بزنیم ببینید تمام چهار طرف تصویر من خیلی تیز و تمام پیکسل ها سر جاشه حالا بیایم و همین ناحیه انتخابی رو با فدر انتخاب کنیم و بریم صفحه جدید select modify و فدر بریم سراغ فدر به اندازه مثلا 25 پیکسل ما درخواست کنیم از فتوشاپ که ما حالت فدر رو ایجاد کنه اوکی okay رو که بزنم اینجا نمیبینیمش اما اگر کنترل C رو بزنم بریم در پنجره جدید دیدین در حالت عادی همه چی تیز بود در حالت فدر دیگه تیزی در اطراف تصویر نمیبینید یه حالت محو بودن ایجاد میکنه در اطراف تصویرمون به اندازه مثلا 20 پیکسل 25 پیکسل 30 پیکسل هر پیکسل که خودتون مد نظر دارین و با این حالت تصویر رو برامون منتقل میکنه این توضیح بخش select modify بود یعنی ما modify رو یاد گرفتیم پنج گزینه داشت چطور میتونیم باشون کار کنیم اگر جایی رو جا انداختین یا اینکه سوال براتون پیش اومد هم در کامنت ها میتونید از ما بپرسین همین که پیشنهاد بهتون میکنم در درس مادیفای حتما برگردید دوباره این, چار، این پنج بخش رو از اول مرور کنید که حتما یادتون بمونه تمرینش کنید بهش نیاز پیدا خواهیم کرد Uh, مرسی از همراهیتون دوستان عزیزم لطفا ویدیو رو لایک کنین اگر کانال سابسکرایب نکردین حتما سابسکرایب کنین و دوت می نوتیفیکیشن رو فعال کنین که ویدیوهای ما رو از دست ندین ممنونم از همراهیتون موفق باشید